در طی واکنش های مربوط به تثبیت کربن در گیاهان سی تیری همزمان با جای خالی قطعاً جای خالی اتفاق می افتد. خب همزمان با تشکیل نخستین ترکیب قندی، خب نخستین ترکیب قندی اون ترکیبات سه کربنه‌ای بودن که از اسید سه کربنه به وجود می اومدن، به میزان فسفات های آزاد موجود در بستره افزوده می شود. شما هم می دونید برای تبدیل اسید های سه کربنه به قند های سه کربنه باید ATP مصرف بشه، باید NADPH مصرف بشه و از مصرف ATP ADP تولید میشه و فسفات. پس بر میزان فسفات های آزاد موجود در بستره داره اضافه میشه. پاسخ احتمالا میشه گزینه یک. بریم بقیه گزینه ها رو بخونیم. شکسته شدن پیوند بین اتم های کربن نوعی ترکیب ناپایدار. خب منظورش بچه ها ترکیبیه که از به هم چسبیدن ریبولوز بیسفوسفات و کربون دیوکسید ایجاد شده، یعنی ترکیب 6 کربونه ناپایدار رو میگه. خب نگاه کنید، همزمان با شکسته شدن ترکیب 6 کربونه ناپایدار نخستین ترکیب قندی، خب شما میدونید از شکستن مولکول 6 کربونه که ناپایداره اسیدهای 3 کربونه تولید میشه نه قند 3 کربونه، بعدشون اسیدهای 3 کربونه میومدن ATP NADPH میگرفتن و تبدیل میشدن به قند. خب مصرف شدن نخستین ترکیب پایدار تشکیل شده حین واکنش های مستقل از نور، نخستین ترکیب پایدار تشکیل شده اسید سه کربن است. خب با مصرف شدن اسید سه کربن بچه‌ها شما میدونید که NADPH میاد مصرف میشه، یعنی NADPH اجسایش پیدا میکنه. اینجا چی گفته؟ گفته NADP مثبت اجسایش پیدا میکند. پس غلطه، NADP مثبت اصلا توانایی اجسایش نداره. تبدیل ترکیب های سه کربونه به ریبولوز بیسفوسفات، نگاه کنید ترکیب های سه کربونه امکان نداره به ریبولوز بیسفوسفات تبدیل شه، فوقش قند سه کربونه تبدیل میشه به ریبولوز فسفات، بعد ریبولوز فسفات تبدیل میشه به ریبولوز بیسفوسفات. پس یه همچین چیزی رو اصلا ما نمیتونیم ببینیم. این رو هم رد میکنیم. پاسخ سوال میشه همون گزینه اول.